برنامه ندای درون خوش آمدید. من دکتر فوجان زینی، روان درمانگر و مشاور خانواده هستم و همونطور که میدونید این برنامه مال شماست و راجع به زندگی شما، خانواده شما و مسائلی که برای شما در زندگیتون مهم هست گفتگویی داریم با مهمانان عزیزمون. امشب خوشحالم که خانم دکتر هما محمودی که استاد من هستن، دوست من هستن و همیشه خوشحالم که دعوت منو قبول میکنن و تشریف میارن. مرسی از اینکه اینجا هستید. مرسی از دعوتتون، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم و در خدمت بینندگان عزیز. و همیشه من وقتی میام اینجا خوشحالم که بحث جالبی با هم داریم و از بودن با شما خیلی لذت میبرم. لطف دارین. قراره که با هم دیگه یک سمیناری هم داشته باشیم برای دوستان. اگر که در لس آنجلس یا اطراف حومه لس آنجلس هستید، حتما دوست داریم که در کنار ما باشین. دوم می، یک شنبه، ساعت 5 تا 8 شب در اولمپیک کلکشن که دوستان میدونن بیگ پیکو و ساتل هستش، در حقیقت یک سمیناری هست از طرف تاچ که در گفتگویی داریم راجع به رابطه. خانم دکتر هما محمودی، جناب دکتر دانش فروغی، دکتر مدرسی، خانم دکتر آزیتا سایان و خود من در کنار شما خواهیم بود و خانم سروش که گرداننده این سمینار هستند در کنار ما و شما خواهند بود و خیلی حالت جالبی رو این دفعه این سمینار قرار داشته باشه. ببینید، من فکر میکنم که ما همیشه درباره رابطه، ازدواج، رابطه بین پدر و مادر، انواع اقسام روابط صحبت کردیم، ولی من فکر میکنم وقتی که چند تا روانشناس با هم بشینن درباره یه موضوعی صحبت بکنن، تبادل نظر بکنن و همین که از شاید از کسانی که بینندگان پرسش و پاسخ باشه، خیلی قشنگتر میشه این کار. چون که ما بعضی وقتا خودمون زیادی راپورت کتاب ها و ریسرچ ها و تحقیقات رو میدیم، در صورتی که وقتی که یک تبادل نظری بین افراد هست و مخصوصا چون که ربط داریم میدیم به فرهنگ ایران و جامعه ایرانی بیشتر شاید خارج از ایران، خیلی سمینار جالبی خواهد. خیلی این حالتی رو که قراره هر کدوم ما مدت کوتاهی رو گفتگویی داشته باشیم راجع به اطلاعاتی که داریم و در اختیار مدعوین میگذاریم و غیر از اون، اون وقت میکروفون ها بازه برای اینی که مدعوین سوال هاشون رو از ما بکنن و بعد هر کدوم ما از دیدگاه خودمون به سوال های شما پاسخ بدیم. فکر میکنم که فرمت خیلی خیلی زیبایی رو میگیره در راجع به رابطه و قاعدتا رابطه ای که بیشتر حالت عاطفی و زناشویی داره، راجع به اون بیشتر قراره صحبت بکنیم. که مشکل ترین هم هستش. پس بنویسید، حالا خودکاراتون رو بردارید، من الان میگم، دوباره آخر برنامه میگم. دوم می، یک شنبه، ساعت 5 تا 8 شب، اولمپیک کلکشن در پیکو و ساتل، سمینار اولمپیک تاچ. اولمپیک کلکشن، من خودم میگم پیکو. اولمپیک و ساتل، ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر، تاچ ارائه می کند راجع به رابطه. برصد دوست داریم که شما رو اونجا ببینیم. خب امشب قرار راجع به یک رابطه دیگه ای صحبت بکنیم و رابطه خانواده، رابطه ای که تقریبا میتونیم بگیم که شاید مشکل تر شده از زمانی که مهاجرت اتفاق افتاده و در فضای این مهاجرت گروه به خصوصی که اومدن اینجا، بچه هاشون اینجا بزرگ کردن، بچه ها کاملا در فرهنگ امریکا یا در فرهنگ اروپا، در فرهنگ ژاپن، استرالیا، جاهای مختلفی که برسا دارن بزرگ میشن، بزرگ شدن و بعد خانواده های پدر و مادرشون رو میارن و همه با هم انگار 3 تا جنریشن 4 تا جنریشن همه دارن با هم زندگی میکنن و رابطه‌ای که بین همه اتفاق میفته هم جالبه، هم مبنای رشد برای همه داره و هم اینه که بسیار مشکله. حرفی که زدید خیلی حرف مهمیست، چون که حتی در یک فرهنگ هم الان ما میبینیم که بین نسل ها فاصله خیلی زیادی افتاده و حرف همدیگر رو نمیفهمن. ما قدیم یه رادیو کوچولو بود یا یه تلویزیون بود، تمام خانواده دورش میشستن، یه موسیقی گوش میدادن، یه برنامه تلویزیونی گوش میدادن، پدر بزرگ یه داستانی رو که 1000 دفعه گفته بود دو مرتبه میگفت، ما همه دورش میشستیم میخندیدیم، هیچ کس هم اعتراضی نمیکرد. ولی امروزه شاید به خاطر اینکه افراد دیرتر ازدواج میکنن، بچه دیرتر دارن، فاصله که بین نسل‌ها افتاده و بعدم
شما باید ببینید که موسیقی که بچه ها گوش میدن بزرگترها نمیدونن چیه. موسیقی که مادر بزرگ دوست داره با موسیقی که دخترش دوست داره و بعد نوش دوست داره کاملا سه تا سیستم مختلف، برنامه تلویزیونی، فیلم هایی که میبینن، اصلا مارکتینگی که میشه برای لباس هایی که به هر نسلی استفاده بکنه و بعد تکنولوژی. تکنولوژی و جالب اینه که پیش دوستی بودیم، اتفاقا روز 13 به در داشتیم صحبت میکردیم که ما از یک فرهنگ احساسی آمدیم که بیشتر روابط احساسی و روابط احترام و روابط این هستش که من چون که شما رو دوست دارم حاضرم داستان تو هزار دفعه گوش بدم، چون که دوستت دارم حاضرم که کاری که میگی در صورت که مخالف میل خودم باشه انجام بدم. یعنی ما تو اون فرهنگ بزرگ شدیم که احساسات و همبستگی بین خودمون مهمتر از خواسته خودمونه. بعد حالا اومدیم وارد یه فرهنگ شدیم که اول از اون وقت ارزش عجیبی داره، که وقت خیلی مهمه، هر دقیقه زندگی من حساب، از این دقیقه ها میخوام استفاده کنم، بچه ها با نانو سکند دارن کار میکنن و اونجاست که حاضر نیستن که زندگیشون رو وقف احساساتشون بکنن. و دوستی میگفتش که مغزها هم داره دیجیتالایز میشه. یعنی که شما به جای این که طرف احساسی بیشتر رشد بکنه، کم کم داریم فکر میکنیم که الان این چطور، اون کار چیکار میشه، که آیفونم رو چجوری استفاده کنم، کامپیوترم چی میشه، و بعد دسترسی داشتن به تمام اطلاعاتی که میخواید داشته باشید. و اون وقته که وقتی که مادر بزرگی به دخترش میگه که اب نداره، حالا بذار اینو بخوره، بچه‌م دوست داره، اون خانم که دیشب رفته دیده که چی برای بچه‌اش خوبه و چی برای بچه‌اش خوب نیست، یک اختلافاتی بین خانواده ها میفته که کارو یه کمی مشکل میکنه. همینطورم اختلافاتی که سر وقت صرف کردن با هم دیگه میافته. یعنی که اون موقع شاید جایی نبود برن، همه روز جمعه، روز یک شنبه تعطیل دور هم جمع میشدن، ساعتها رو با هم دیگه میگذروندن. الان افراد حاضر نیستن و وقت هم ندارن. یک روز تعطیل که دارن چندین کار دارن و در ضمن هم میخوان که آماده بشن برای هفته آینده، و اگر هم تفریح میخوان بکنن، دلشون میخواد تفریح باشه که خودشون لذت میبرن و وقت خصوصی با همسرشون باید با یارشون داشته باشن. و این مسئله ای که الان ما بین نسل ها میبینیم. بله، تکنولوژی هم خیلی این مسئله رو من فکر میکنم فراتر برده و تفاوت ها رو فراتر برده. خیلی ساده ما میتونیم ببینیم که توی خونه ای که میریم، هر کسی یا با تکستش یا با یاد از این کامپیوترهای کوچولو و لپتاپش نشسته، و حتی زمانی که دور هم نشستن، هر کدومشون الزاماً با هم دیگه صحبت نمی‌کنن. مثلا یک زمانی بودش که تلویزیون رو میذاشتن اون وسط و همه تلویزیون نگاه میکردن، گهگداری هم با هم صحبت میکردن. حالا هر کی کامپیوترهای خودشو داره، تلویزیون هم روشنه، هر کی هم کامپیوترهای خودشو داره، یا کوچیکام دیگه چون کامپیوتر هم احتیاج ندارن، با آیفوناشون یا تلفوناشون دارن تکست میکنن با دوستاشون و یا بازی میکنن، گیم بازی میکنن، در حالی که توی اون فضا نشستن. حالا ممکنه که این وسط گهگداری هم با هم گفتگویی داشته باشن، ولی اگر یک تلویزیون بود، they had a shared experience. یعنی همه باز یه فیلمو داشتن نگاه میکردن، اگر داشتن در یک فضای محفلی داشتن صحبت میکردن، گفتگوها با هم بود. الان در یک مقطع زمانی هر کسی توی دنیای خودش، برای اینکه داره فیسبوکش رو نگاه میکنه، داره ایمیلاش رو چک میکنه، داره بازی میکنه، هر کسی توی فضای خودش هست و از اون فضا کشیدن بیرون و یک خال قسمتی رو که با هم شیر بکنن در میون بگذارن کمتر شده. بچه ها هم که خب خیلی بیشتر طرف کامپیوتر بازی و اتاق خودشون هستن و باز اون فضای تربیتی داره سخت‌تر میشه. یکی از بزرگترین مسائلی که من میشنوم اینه که بچه‌ها رو نمیشه از کامپیوتر کشید بیرون. بله. که بخوان صحبتی رو بکنن و بعد خودشون یاد میگیرن که برن توی ای بی چیز بفروشن، مثلا بچه‌های